محمد نوریزاد زندانی سیاسی در اعتراض به برخورد بیادبانه رئیس دادگاه انقلاب و محاکمه سه دقیقه ای و محکومیت مجدد به دو سال حبس علاوه بر سه سال قبلی از روز سوم محرم دست به اعتصاب غذای خشک زد و در روز آشورا به دلیل وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد و به رغم پیگیری خانوادهش هنوز خبری از وضعیتش در دست نیست. بدین مناسبت و در جهت پیام رسانی این آزاده دربند در چند گزارش به باستاب نامههایی خواهیم پرداخت که نوریزاد خطاب به رهبری نوشت و یکی از موارد محکومیت او به حفظ شده است چهارمین نامه سرگشاده ای که نوریزاد به رهبری نوشت پس از تحمل بیش از 120 روز زندانی بود که به علت انتشار سه نامه انتقادی و دلسوزانه به رهبری و نیز نامه انتقادی از رئیس قوه قضایی متوجه او شد و وی در اوایل سال جاری در نامه مشفقانه دیگری از زندان اوین دقدقه های خود را برای نظام و انقلاب و کشور با رهبری در میان گذاشت که در ادامه به نقل آن میپردازیم به نام خالق آزادی سلام به رهبر گرامی جمهوری اسلامی ایران این روزها نزدیک به چهار ماه است که به خاطر نگارش نامه به حضرت عالی در زندانم 68 روز از این مدت را در زندان انفرادی به سر بردم توسط بازجوهای خود مورد اهانت و ضرب و شتم قرار گرفتم در همه این احوال از جناب به عنوان رهبری فهیم و آگاه اسم بردم که اگر قرار باشد تغییری در اوضاع کشور رخ دهد ده این تغییر از ناحیه شما بسیار شدنیتر و پایدارتر خواهد بود من شخصا امیدی به نقش سایر افراد و دستگاه های کشور ندارم شما را از نزدیک می شناسم به روح بلند شما واقفم شما نیز نیک و از نزدیک مرا می شناسید. در این ماه زندان از آنچه در بیرون گذشت بیخبر بودم اما در دیدار کوتاهی که فقط یک بار گذرا با خانواده ی خیش داشتم دانستم که در غیاب من آقای مهندس موسوی و حجر اسلام خاتمی و کروبی با خانواده من دیدار کردند نمیدانم چرا اما بسیار دوست می داشتم خود شما نیز با آن بزرگواری که از شما سراغ دارم به دیدار خانواده هم قدم رنجه می فرمودید. به آنها دلداری می دادید و به آنها می که فلانی نوریزاد درست در روزهای بحرانی با برنامه های تلویزیونیش با نوشته هایش برای من رهبر که در معرض تهاجمات طوفانی این و آن قرار گرفته بودم به میدان آمد و از من سخت جانبداری کرد. امروز او در زندان است به خاطر انتقاد از من او باید در زندان ادب شود همسر و فرزندانش توسط بازجوهای بی سواد و بی عدب و تند خوب ناسزا گرفته شوند و خود او به تخترین شکل ممکن به ورطه تهدید و تحقیر و ضرب و شتم در اما این دلیل نمی شود که من رهبر قدر زحمت های پیشین او را ندانم و به خانواده اش سر نزنم یا اگر خود به دیدار آنان نروم نماینده را نیز به این منظور به سراغشان نفرستم رهبر گرامی چشم انتظاری خانواده من برای تماشای جمال مبارک شما و رؤیت نماینده شما به جایی نرسید لابد در این گردونه آدمها تاریخ مصرف دارند که اگر به سر رسیدند مثل دستمال آلوده باید به دور انداخته شوند اما گرایش من و امثال من به شما گرایش به شخص خامنه ای نبوده و نیست ما در جمال اندیشه های شما افقهای گمشده ی آرزوهای شریف مردم خیش و مردم جهان را می دیدیم. یادم هست این اواخر وقتی تلاش کردم به دیدار شما بیایم و آقای حسین محمدی از دفتر شما ماها مرا به امروز و فردا وعده میداد در نامه ای به او نوشتم من از خود خامنه ای به خدای خامنه ای پناه میبرم و دیگر سراغی از شما نگرفتم و شما نیز چرا که دانستم شما از محاصره آدم های جاهل از تماشای افق آرزوهای مردم باز مانده اید من میخواستم در آن ملاقات های احتمالی همین نگرانی ها را با شما بگویم اما گویا محاصره کنندگان شما از سراحت سخن من و از اندیشه من آگاه بودند همین آقای حسین محمدی بعد از دیدار اعضای انجمن قلم با حضرت عالی که حقیر نیز یکی از آنان بود به من گفت آقای نوریزاد من قربتا الله از شما می ترسم درس او از همان نشست پا گرفته بود که من بی ملاحظه راجع به اعتیاد گسترده ی مردم و جوانان به مواد مخدر و آشوبی که در ساختار اجتماعی شهرهای کوچک و بزرگمان در افتاده به آشنا سخن گفتم اکنون اما چرا از زندان برای شما نامه می نویسم برای اینکه هنوز ناباورانه به شما آری به شخص شما امید بستم باورم بر این است که شما مگر برای این انشقاق بزرگ مردم من چاره ای بیندیشید شما امروز رهبر کدام مردمید؟ من مردم فراوانی برای شما نمی بینم رهبری آن هم بر حداقل مردم که غرور آفرین نیست مبادا من و شما را ازدهام مردمی که به استقبال یک مسئول و یا خود جنابالی می آیند بفریبد شما اگر به دیگر افراد مشهور هم اجازه سخنرانی و حضور در کشورتان بدهید قوقای مردمان ما فوزونی خواهد گرفت اجتماع فراوان این مردم هیچگاه قابل استناد نبوده و نیست امروز شما بر کشوری رهبری می کنید که مردمش از دست رفته است کشوری که در گردونه چکنم های بسیار گرفتار است کشوری که اتحاد و یک به دست خود شما و اطرافیان شما به هاشیه رفته است و نگرشی قلیل و تنگ به میدان آمده نمیدانم امسال را سال چه نامیده شنیدم که به کوشش و تلاش در آن اشاره شده است این نامگذاری نشان میدهد که بعضا مشاوران شما افراد صادق و کارآمدی نیستند من و همه آنجا به شما آفرین می گفتیم که امسال را سال آشتی ملی می نامیدید و خود برای این پیونده مبارک اما دشوار و سخت پیش قدم می شدید. اگر کوشش و تلاش برای شما مهم است از انرژی آن در آشتی ملی باید بهره ببرید. رهبر گرامی میدانم سخنان ناگوار من چه بسا تلخ و آشوبنده باشد اما بیایید سخن تلخ و صادقانه مرا بر شیرینی سخن چاپلوسانه کسانی که شما را احاطه کرده اند ترجیح دهید جامعه ما در جوار یک انفجار بزرگ است دیگه جوشا نیست که ما به خاطر آزار از خروج پر بخار آن چوب کبریتی در سوپاپ آن فرو کرده ایم من با همه اطمینانی که سابقا در جانبداری از شما می نوشتم اکنون نیز در جانبداری از شما می نویسم ما به روزهای پایانی فرصت آزمون خیش رسیده ایم روزهایی که دست تقدیر سنت ناب به حتمی خدای متعال ما را از گردونه امتحان به در می برد. امتحانی که در این سی سال فرصت جز خراش و خرابی با ما نبوده است ما و شما مردم خیش را از دست داده ایم اگر سکوت و آرامشی در آنان میبینید به ضرب زور و اسلحه است اگر باور ندارید به یک آزمون خیالی تندر دهید به دو کشور ایران و مثلا سوئد یا کانادا یا حتی مالزی اعلام کنیم که مردم این دو کشور یک روز فقط یک روز پلیس و بسیج و اسلحه ای بر سر نخواهند داشت و آزادند که هرچه میخواهند انجام دهند فقط طی یک روز تصور میکنید در پایان این یک روز کشور ما و شما چگونه خواهد بود و کشورهای دیگر چطور قصد من از این مقایسه مجیزگویی از غرب یا سایر کشورها نیست بلکه میخواهم به شکنندگی آرامش و سکوت دروغین جامعه خیش اشاره کنم رهبر عزیز من و بسیاری هنوز دوستدار شما و سرنوشت کشور خیشیم به رهبری شما بر مقدرات کشور ایمان داریم ما دوست داریم به رهبری شما به افقهای مبارک دست ببریم اما شما ظاهرا این اشتیاه را طالب نیستید بعضا مشاوران و دوستان ناآگاهی شما را در محاصره خود گرفتند به شما اطلاعات و آمار نادرست می دهند و از زبان شما سخن غیر واقع برمی آورند. دوستانی همچون آقای شریعت مداری کیهان که اطمینان دارم آنگاه که همه از اطراف شما پراکنده شدند و شما و او در یک جزیره تنهایی تنها ماندید او در جانبداری غلیظ از شما به مخالفت با خود شما برخواهد خواست برخلاف ظاهر تلخ نوشتم با صدای بلند و آوازی که همه هستی را در نوردد اعلام می دارم که ما شما را دوست داریم و به پایان خوب سرنوشت شما سخت علاقه مندیم. مرا و ما را باور کنید حتی در خیال احتمال دهید که ما درست می گوییم. این احتمال هیچ هزینه ای برای شما ندارد در خیال خود باور کنید که دوستان خوب شما فراتر از شما و در سنفی که انگ دشمن بر پیشانی آهادش خورده است غم شما را میخورند و مستربانه علاقه درخشش ناب شما در این روزهای پایانی آزمون الهی هند و با شجاعت تمام شجاعتی که من شخصا در شما باور دارم امسال را سال آشتی ملی اعلام کنید و از ملامت هر ملامتگری نه که خدا شما و ما را کفایت میکند. خدایی که دست خود و دست مردم را در دستان شما می نهد یا علی فرزند شما محمد نوریزاد اوین بند 240 سلول 57